جلو باقی رو دید بزنه. بدک نبوده این چی؟ نسن شده اصلا. آه این چه آکله ای. نازین سلام. آه این چه آکله ای. لطفا کننه سلام جیگم. سلام. میشه چادر تو بکنی قد پای مینی جوبتی ورندازی بکنی؟ ده ده چه آب نقاطی چه خوشگل چادرش بکرد دو جیبم پایینش گوشتی. خب چند؟ 80 تومن. 80 تومن بار بابا خب که نوبر شبالی بار پایین. خب یه 30 تومن بدید. 3 تومن متشکرم که منو رسوندی. تو دیگه برو. من جایی ندارم برم. کجا برم؟ آخه چرا نمیذارین به کار کاسبیمون بره؟ توی مهر یه مجدن نجیب اومد و رفت میکنن شما مزاهم اونه این؟ ده حالا مزاهم هم هسته. اشتماع میکنی سرکار. اونا مزاهمه. لونده گناهه. اگه کار نکنی که نمیتونیم عوارض سالیانمونه بگیریم. آره ده. من دهنی کفی تو. خیابون واسه کثافت کاری شما درست نشده. ببینم. دلت میخواست نجیب بودی؟ نه ده دیگه دوتوم اونجا فرار کن الان تو رو هم جزه ماها میگیرم خودو بگیر بایستی ببینم بایستی کار کرده سرکار یه ول کرده میشناسیش؟ آره خب پس به بس ضبطش کن نظر همینطوری ول بگرده بیا بریم پیش بابات نه برم کن بذارتم برم کن رادیو بازی منو بپوشید. تا اگه نامزدم رهبر بفهمه من اینجور جا میرم کلمو میکنه. بله. باز اسمو شاگه شوفره رو آوردی. دلم به هم خورد. خوشم نمیاد از اون بد بگی. من یه موی اونو به هزار تا از این جوانای گیس بلند نمیدم. بونه ها. میرسیم شهر.
چراغ بزنه. اگه خدا بکنه الان میریم بچه ها رو میگیم. بچه ها هنوز نرفتی شیرین؟ نه منتظر مادر هستم. بابا بعد از یه هفته از مسافرت میاد. مادر تا یه پوست تو هموم نندازه بر نمیگرده. تو برو من به مادر میگم. باشه من میرم اما یادت نره به مادر بگی یا. خیلی خوب میگم ولی زود برگردی یا. خیلی خوب زود برمیگردم. خداحافظ همیجون. حالا مادر بچه ها میگه باز رفتی نجسی خوردی. خوب زن سواددار گرفتی. آها دبخو نا که ثابت شد داغ شد. سلامتی. سلامتی. آخه خانوم خیال میکنن تو مشروب فروشی خبر مبرایه. بله راست میگن زنها یه تختشون کمه. خیال میکنه تو بهش نشستیم و هور و پریام دور برمونو گرفتم. هور و پری رو نگاه. هور و پری رو آره داره از آب کوثرم میخوره. آره جون من نگاش کن. راستی چرا زنها نمیفهمن که مردم دلخوشی میخواه سرگرمی میخواه. آره؟ ای آقای آقاها چرا همه با تو دشمنن؟ را بیافتیم بابا. سلام کجا داری میری؟ میرم خونه شمس اینا درس رو زر کنم. تو کجا میری؟ چی من؟ من میرم موتور رو بدم به صاحبه. دلم میخواد ترک سوار شم. دست شما درد نکنه اگه عمو بفهمه پوست کلم قلفتی میکنه. تو هم که هرچی من میگم یه نه توش میاری. تو یه خورده دیگه صبر کن. عمو که با ازدواجم موافقت کرد وقت همه چی رو بره میشه. چی داری مادر چی کار کردی؟ مثل لبو شدی؟ از بس گرم بود. واخ واخ هموم اینقدر شلوغ بود که نبو. تو کجا میری؟ میرم خونه شمسه اینا درس رو زر کنم. آخه هفته دیگه امتحانه. زودتر برگردی یا مادر. باش میدونی بابات امشب میاد. نظر خوردش تنگ بشه. راستی شهرم اونجا؟ نه مادر. خوب شد مادر این دختره وله. سایه پدر که بالا سرش نیست. مادرش هم معلوم نیست چی. نه مادر خیالت راحت باشه. تاکسی. اما مادر خدافظ. نمیرفتی بهتر بودا. زود بر میگردم مادر. خیلی خوب مادر چیم. خداحافظ. آقا سه تا خیابون بالاتر رای نیست. خیر ببینی یواشتر برو. خداحافظ مادر. قربون تو مادر جون. خیلی برگرد یا بابا امشب میاد. چشم مادر. به سلام. برو آقا. مادرتون دادن نریم. بریم خیابون زربند ها؟ نه میریم ونک. میدونستم ای روزگار ما صبح تا شب از اینجور چیزا زیاد میبینیم. اما این برنامه ها مال آخر شبه. موقعی که هوا تاریک میشه. فضولی موقوف یواش. اول من باز برم. باشی شما بفرمایید. تو قد سلیم و بلا. سلام بابا. سلام پسر گلم. حمید جان علیکم. ببینم همون بودی. آره باز مشروب خوردی. بیا یه صفحه واسط رو بردم. یه طرفش ام کلثوم میخونه یه طرفش هم کلثوم ننه سنتور زده. خب یاردان قولی چطوری؟ دلت واسه بابا تنگ نشده؟ آقا مرتضا از صفحه خیلی خوشیش اومده. راستی؟ خب مزمون چیه دیگه؟ آره راستی شیرین کو ها؟ رفته خونه شمسی اینا درس حاضر کنن.
حالا چرا شامتون رو نمیخوری؟ نه شام نمیخورم. بعد یه هفته خاک خل خوردن یه لقمه راحت تو این خونه از گلو آدم پایین نمیره. مادر که فکر جلالی باشه دختر دیگه از این بهتر در نمیاد. دختری هم که پدر بالا سرش نباشه از این بهتر نمیشه. خب چی کار کنم؟ کار و زندگیمو ول کنم بچپم کنج خونه؟ پس پول خورد و خوراک و خونه زندگی از کجاست؟ برم کنمو بذارم بالا؟ نمیخواد کار زندگی تو ول کنی. اما وقتی کارت تموم شد سرتو بنداز پایین بیا خونت. بوکی هم درق دهن دست فرسخی میاد. آخه تو چرا نمیخوای بفهمی؟ مگه من آدم آهنی هم؟ مگه من از آهن ساختن؟ یه هفته جمع میکنم تو کوه و بیابون عرق میریزم خاک میخورم با هزار کس و ناکس سر کله میزنم. هفته یه روزم که میام خونه تا دلت میخواد مواظب بچه ها باشم، به درس این نرخره هیپی برسم، مواظب بیرون رفتن اون دختره پدر سوخته باشم. آخه مگه من چه گناهی کردم؟ مگه من حیوونم؟ منم دلم میخواد یه ساعت مال خودم باشم، برم پیش چهار تا نرغول دیگه یه استکان عرق بخورم، حرف بزنم. منم کنیزی شما ها رو تو این خونه میکنم. بینگری بلنش بری خونه شمسی ناقه به شیرین بیاریمش. یالا تکون بخور. اون به سری فیلم شراخ میزنی. کو؟ کجاست؟ زیر ارکست نشسته. لباسش چی؟ کوچه‌وار مشکی، پیراهن رارا، کراوات قهوه‌ای، یه انگشتر فیروزه گنده هم دست چپشه. بابا ای والله تو با یه نظر همه اینا رو دیدی؟ من اونو میشناسم، شیرین خیلی پول داره. اسمش علی بوزه، از اون تیکای عالیه. میخوای با آشناش کنم؟ آه برو گم شو، تو که میدونی من رهبر از جونم هم بیشتر دوست دارم. آه اون شاید میکنی که دیلم به هم خورد. آه بازم باختم. خب نداره فداش سرت که باختی، ناشی هستی میبازی. بفرمین پس خدا من شوهر واسه چی به آدم داده عزیزم؟ 40 سال دیگم که به بازی از شوهر تا اونیشو میده، فقط به شرط اینکه تو هم یه پسر کاکلزری واسم درست کنی، کت ولی هم باشه قبول دارم جون تو. بفرمین اینم مال خودم، فدای سر پسر آینده. پسر آینده. خوب با دخترم گرم گرفته بودی. خوبه آواز خوندنم بلد بودی، ما نمیدونستیم. میگم بوچول خانم، تو که جوانیتم نتونستی بچه واسه ما درست کنی، ولی فکر کنم شوره دخترت بتونم چین یک کارکی صورت بدی. والا موچول خانم میتونه با یه نگاه مثلا یه بچه حسابی درست کنه. یه خط در میون حرف میزنه دیگه سیبی. خب پاسش میدم به تو، بچه رو درست بکنیم بفرستین در مزید. چه خبره؟ مثل اینکه صحبت محرمانه. او سلام، یالا چخلیسی مخلیس جیجی، مثل اینکه بچه ها دارن میرن. برو ببین کجا دارن. من برم چشمید زدن با من. آی بچه ها کجا داری میری؟ بیا بریم با تور سوار. خیلی خب بریم. بیا پشت ما سوار شد. چه موتوره قشنگی. آره خیلی قشنگی سوار شد. یالا سوار شد دیگه. محکم بشیم. اونجا نبود. چطور همچه چیزی ممکنه؟ خب من تقصیر توه. شما مردم هم که بلد این همه تقصیر رو به گردن ما زنا بندازید. با اجازه. پس تقصیر کیه؟ اون دختره نفهم یا این پسره بیغیرت؟ ما که تو مرد این خونه نیستی؟ خودت چی؟ هفته یه هفت شب خونه نیستی، حالا هم که اومدی دو قارتی نیمت باقیه. خانم حالا یه بند انگوش کوتاه بیان. تو حرف نزن. چشم. همین مونده که تو هم یه چیزی بگی. شما فرصت حرف زدن به ما نمیدین، اگه دهنمونو واس کنیم تو دهنمون میزنیم. شما خیلی زوده این حرفا رو بفهمید. مفت میخورین، مفت میخوابین، حق هم دارین. تو خونه پدر مادر بزرگ شدن مفت خوردن نیست، این وظیفه یه که شما رو ما دارین، ما هم رو بچه هامون. پو میشم دوتا میزنم تو دهنتا. کاش که میدونستی تو دهنی دردی رو دوا نمیکنه. منم دارم شور میزنی، نمیدونم چرا دیر کرد. مثل این که اومد. اومد؟ پس من برم در رو با کنم. خدا به خیر بگذارم. سلام. سلام و زهر مار؟
تا این وقت شب کدوم گوری بودی؟ رفته بودم خونه شمسی خانم. به من دروغ بگی؟ امشب تو را بکنم. بیا شرف و آبرو زندگی کردم. نمیذارم دخترم هرسه یه خیاب نبکنم. سلام با بابا مرسیم. شرف نزنم. بابا کنم. بارا ببینم. ایشونا. اشکو بابا بسته دیگه. آقا مرسیم. عبد اون من بگیم. بارا کنم. دیگه. آقا مرسیم. گردلیات سر من خالی کن. خیلی بلم کن. یا شیرین رو میزدین، اون دیگه بچه نیست. تو خودتو قاطی نکن، تو اگه شرف داشتی نمیذاشی خواهر شب از بیرون. خواهر من مثل همه مردم دنیا آزاد به دنیا اومده، شما نباید آزادی رو از اون بگیرید. این غلطای زیاده چیه میکنی؟ متشکرم پدر، منطق شما همیشه همین بوده، بیشتر از اینم نباید ازتون توقع داشت. دلش دراد، جون من بیا. ساعت دفعه گفتم بچه نباید تو کار بزرگتر دخالت بکنه. من دیگه بچه نیستم. نه که بچه نبودی، این مثل دخترها صرف نمیذاشتی. خب آقا مرتضا، گیس بلندش به ریش کوتاش در. حالا تو خیلی مونده که آدم بشی. من آدمم. خیلی خب تو آدمی، کور خر. نقاشیاشی نگاه کن، تو آفتاب بذاری راه میفته. صحبتشو ورده بیار بهش بده. ورده بیار. بفرمایید. بیا. مبارک. شلوار برات آوردم. عجب دور زمونه ای شده ها. ما جرأت نمی کردیم جلوی پدرمون بشینیم. بچه های این زمونه دو متر و نیم زبون دارن. آذر خانم. آذر خانم. دیگه ناز نکن، به دست سوخته. دخترم تو نمیتونی به من دروغ بگی. من خودم میدونم. این چه به صورتت مالیدی؟ پشت دخترم. برو دست پدرتو مارش کن. اون خیر تو رو میخواد. صبح سحر باید بره. نظر خیالش ناراحت بشه. میترسم زبونم بالا حواسش پرت بشه و بلای سرش بیاد. پشت جون. پشت دخترم. پشت مادر جون. آقا مرتضا، میخواستم ساعت زنگ نزنه، شیرجه رفتم رو. عجب خری هستی. خیلی خوب، زودتر برو گاراژ ماشین گرم کن تا منم بیام. خیلی خوب. آقا مرتضا، از دلش در بیار، گناه داره، بچه هست. آره. ناک دستم بشکنه. آخه لام از سب تو نمیدونی چقدر خوشگل شدی. این مردم خیلی بیرحمه. اگه یه وقت برای سرت بیارن جیگر من میسوزه. یه بام خون دل خوردم تا تو رو بزرگ کردم. ای روزگار، این بچه ها چرا نمیفهمن که ما پدرها چی میگه. بیا بابا، این یه پیرن فابریک، اینم یه قواره دامنی، مبارکت باشه. اینم پول نوعی که دوست داشتی. سلام پدر. سلام، چرا بیدار شدی پسرم؟ برو بخواب، تا من زندم شما ها میتونین راحت بخوابی. منو ببخش که بهت بی احترامی کردم پدر. نمیخوری؟ نه، میرم قهوه‌خونه سر راه میخورم. به مادرت بگو پول براش گذاشتم زیر متکا. راستی بیا. بیا. ای پدر سخته. بیا همش مرتب. خداحافظ پسرم. به سلامت پدر. مرتضی بسته دیگه، فکر خیال نداره، شما که از دل بچه ها در آوردین. دارا دست رو دخترم بلند نکرده بودم. خب بعضی وقتا لازم آدم این کارو بکنه، مهم نیست. آماده مواجه باش ترکی. حواست جمع کن، نزدیک بود بالاتر از خطر بشه ها. خدایا با امیده تو. آخ این دلا 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 دل خوش منا، این دلا 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 دل خوش منا، آخ این دلا 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 دل خوش منا. آره خلاصه به پا.
یارو رو رسوندم دکتر، اما تمام کرده بود. من هیچ تقصیری نداشتم، چهل میرفتم. اصلا نفهمیدم کی رفت زیر ماشین چطور شد. مثل عجره معلق خودش انداخت جلوی کامیون. باسته نخور، خدا بزرگه. حالا نمیدونم سر کامیونم چی اومده. میترسم داده باشن دست یه شوفر ناشی. آخه شما چرا نمیخواین قبول کنین؟ هنوز سه ماه نیست که عموم زندونیه. هرچی فرش و اساس و وسایل تو این خونه بوده فروختین یا گرو گذاشتین. تا زندونی عموم تموم بشه دیگه هیچی برای شما باقی نمیمونه که. ببین رهبر جون، من تو رو خیلی دوست دارم. از وقتی هم که شیرین به دنیا اومد اسم تو رو روش گذاشتیم. اما تا آقا مرتضی زندونیش تموم نشه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. حالا کجا نهار باش، یه نون و پنیر پیدا میشه با هم بخوریم. خیلی خوب باشه. خب من میرم نهار رو حاضر کنم. ببین شیرین، تو که خودت میدونی. چی رو؟ چیز هیچی، من تصریح یک گرفتم، میتونم رو کامیون کار کنم. من خیال کردم چیز دیگه ای میخوای به هم بگی. خب باش، من میدونم تو دلت چی فکر میکنی، فکری که هیچ وقت غرورت اجازه نداد اونو به زبون بیاری. ولی بذار من بگم، من تو رو خیلی دوست دارم، همیشه هم دوست داشتم. من یه دقیقه هم نمیتونم بی تو زندگی کنم شیرین، اینو باور کن. چه عجب گفتی. آخه من جدا دلم میخواد با تو زندگی کنم. اونایی که هی بهت میگن دوست دارم دوست دارم، همشون دروغ میگن. درسته، اما همونطور که مادر گفت تو عموت از زندون بیرون نیاد هیچ کاری نمیشه کرد رهبر. ببین شیرین جون، من در حدود ماهی 1000 تومان حقوق میگیرم، تازه حق بیمه و شرکت تعاون و 1000 چیز دیگه هم هست. تو خیال میکنی با این پولا میشه چرخ زندگی همه ما رو گردوند؟ مگه ممکنه؟ خب پس میخوای چیکار کنی؟ میرم کار میکنم. چرا ناراحت شدی؟ ولی من ناچارم کار کنم. خیلی خب، هر کار دلت میخواد بکن، به من مربوط نیست. باز دیگه چی شده؟ شما که همش با هم دعوا دارید. من نهار نمیخورم. تو که دیشب هم شام نخوردی. از بس تخم مرغ نیم رو خوردم مردم. گشنگی از دست میری. قرار شهره یه کاری برام درست کنه. میرم شون همونجا نهار یه چیزی میخورم. مادر جون، با این دختره رفت آمد میکنی. مواظب خودت باش. چیه؟ آشیشی پشت پای ننته؟ زنگی میزنی تلفنمون. الو نصرت جان، توی این وقت روز؟ بابا اینم بیفستر گروف شد درست کردیم. بیفستر کلوفت هم نیست. نه بابا با تو نبوده. الو منم شهره. میدونم، فهمیدم که توی نصرت الله خان. خب حالت چطوری؟ با شیرین قرار گذاشتم نیم ساعت دیگه میاد. جون من بازم سمینار داریم؟ سلات زور؟ با احمد قرار گذاشتی بیاد؟ آره، جناب مدیر کل بهش دستور دادن که فوری بیاد. دختره رو اذیت نکنه ها. اختیار داری نصرت الله خان، من یه عمری که کارم سمینار کاریه، الکی که تصویب نمی کنم. مرگ تو. پس تو زودتر خودتو برسون، ما تو همون رستوران منتظرتون. نصرت جان قربونت برم الهی، با آقای مدیر کل بگو همچی برقاسا اومدم. اما این سمینارا مال شب جمعه است که آدم بتونه رو پرونده کار کنه و تبصراش حسابی عمل بیاره. خداحافظ. نصرت بدل بیا نهارتو بخور. تو که میدونی مدیر کل ما چقدر عصبانی مزاجه. تا تو یه لقمه بزنی من اومدم. آخه این چه وضعیه؟ آخه من به تو چی بگم زن؟ صبح که میری سر بونی، بعدم سوار ماشین میشی میری تو خیابون شروع میکنی به ویراج دادن. اصرم که میری لارزا واسه قیر دادن. ده میدی اگه راست میگی اقلا یه دور بچه واسه من درست کن که اینقدر تنهایی نرم سمینار. اگه غلط میگم تو بگو درستی. اصلا چه بچم بشه چه نشه ازت طلاق میگیرم. دیگه نمیتونم با زندگی کنم. میفهمی؟ دیگه اصلا شافلی بچه داری میترسونی؟ مگه یه سال نیست که از قرار من تو گذشته؟ یه بچه اینقدی واسه من درست کردی که خوشحال بشم. می‌خواستی اینقدی اقلا درست کنی که من خوشحال شم. اصلا تو بچه درست نکنی غذا نمیخورم. چون چه لنگی داریم مرغه. ببینین ببین چه جای با صفایی آوردمتون. اون ور رودخونه زردنبلی، این ور درختای جنگلی. دست باش بالا سر آفتاب سمندری، با این جیگرای سینه کفتری، اون بغلم آلونک مشمم داری که شاید بریم توش. کمان
بیری بیرین یه طرف سیبیل جسه راست جمشید جون دلم اتوموبیل رونید خوبه نه شد رنگی تو کلاش میگم دنده بزمانی میزنن عقب جلو مثل رو گوش کن چی میگم تو میری تو کارخونه قلتک زنی باید پشت همین تپه مپا باشه خرقل زنی نه ها قلتک زنی فقط بگو منو فلانی فرستاده یه کار خیلی مامانی درست کن برای شیرین جانم فهمیدی سنگ تموم بذاری بگو مرگ تو مرگ تو مرگ عمه مرگ تو نه مرگ عمه ترتیبشو میدم میدونی راش یه خود دوره ولی کارش عالیه قلتک زنی دیگه ماهه متشکرم جیان برمون تشکر دارم علی خوش شد اومده حالا نهارمونی که خوردیم میریم طرف های میدونی من میمیرم واسه ماشین های دندگیری بوکسی بی خود بشه دیگه خیلی تقبی هم از دندگیری بوکسی باشه میاد خیلی قول دنده رو ولش کن بیا سر تو بزیر قبقب هم قردش کن جان جان عجب سمیناری تشکیل داریم چهار میناره دو مینار عقب دو مینار جلو دستی تو بکش کنار جوت وای خواستم بی دست برم نزدیک گندش در آده دیلم کن آخو خواهش میکنم این کارا یعنی چی؟ دیلم کن شکار داری میکنی؟ دیلم کن دیلم کن دیلم کن نگردار آقا من بیادشم نگردار نگردار میخوام بیادشم سرگو برم بیراه خواهش نگردار نگردار خیلی خوب یه دفعه تاپ رو ببین تو برو یه دفعه از دره کجا داری میری؟ کمش شیرین جان سب کن کجا داری میری؟ اصلا کجا داری میری؟ آخه اینجا تو بیابون چی کار میخوای بکنی؟ از اون بری نرو شغال میخورد تا اون بر که کارخونه نیست مگه کار نمیخوای من بهت کار میدم بیا مرگ تو منشید میکنم اگه در سب کنی کمش کمش بایسا کمش کمش کاری بدادم برسی کمش نجاتم بدی آقا نجاتم بدی نجاتم بدی چه اتفاق افتاده؟ من اذیتم کنم سعی بود خان کمکم کنی خوبشم شما رو خدا رسون خیلی خب گریه نکنین من اذیتم کنم مهم نیست من بهتون کمک کنم خیلی بفرمی سوار ماشین شید برسونم سوشکم بفرمی وای خاک به سرم شد به تمام این تپه های یه به سرم شد میگم بز بیم بالا بی اصلا بره گم شه تازه معلوم نیست بچهش میشد یا نه ببینم اختر آرومی با دو کلمه حرف کنار میاد با آدم همش تقصیر تو سیبیلوی کچ و کله است خرابش کردی نشسته دختره رو ترسوندی وقت برو چه به این دور سمینارا نفله سمینار که ایچی تو برای گل منار خوبی حالا با اون رفتی عقب نشستی چه خوشخوراک هم از داکی بله بفرمی معذرت میخوام وقت تموم شده اجازه میدین برم به سرویس زور برسم بله اتفاقا منم باید زودتر برم یادم نبود متشکرم خدافظ خواهی زودتر برین به سرویس برسیم نه متشکرم اضافه کاری دارم با سرویس بعد از ظهر میرم ماه گذشته شما دو برابر هم اضافه کاری کردین خب پول اضافه کارم هم گرفتم از کارتون ناراضی که نیستی؟ نه اگه شما نبودی خب دیگه نمیخواد راجع به این موضوع حرفی بزنیم شما بهترین کارمند کارخونه من هستی دلتون میخواست سکرتر مخصوص من بشین؟ این منتهای آرزوی منه فردا به کارگزینی دستور میدم حکم شما رو بهتون ابلاغ کنه متشکرم خدافظ خدافظ
سلام. سلام. حالتون خوبه؟ متشکرم. خسته نباشید. مرسی. امروز کار داشتم دیر شد. خب تازه چه خبر؟ هیچی. راستی اینو بهتون میخواستم بگم. امروز قراره پدرم از زندون آزاد بشه. آه مبارکه. خیلی خوشحالم. این مدت چه زود گذشت. لابد امروز زودتر میخواییم برین خونتون. اگه اجازه بدین خیلی متشکر میشم. میخوایی من تا شهر برسونم به تو؟ خیلی متشکرم، با کرایه میرم. آه نه نه این صحیح نیست، اجازه بدین بگم رانندم شما رو تا شهر برسونه. مرتضی تمام این زندگی رو شیرین خانم خریده ها، تلویزیون، اون مولبار و اون گلا رو. حمید خان، حمید خان، آقا مرتضی اومده. آقا جونه که میگم پاشو. سلام پدر. سلام پسرم، سلام. اونا کجا؟ اونا رفتن دم زندون عقب شما آقا مرتضی. آخه قرار بود شما ساعت 12 بیاین. یه خورده زودتر اومدین. پس تو چرا دم زندون بودی؟ من؟ فینگلی دیشب دم زندون خوابیده بود، خونه نیومد. آوری؟ پس تو چرا نیومدی؟ نمیفهمم چطور دیره؟ نمیدونم، مادرم خیلی شور میزنه. خدا کنه اتفاق ما رو بیخوره. آره من خودم از زندون رو بردمش. آخه اون شوتر از زندون مرخص شد. بودوی بودوی دلم داره پر. آقا میتونین بودوی بودو بودو کنی. آقا مرتضی اومده. کجا؟ سلام آقا مرتضی. سلام بابا، چقدر از دیدنت خوشحالم. وایسا کنار ببینم. ما رفتیم در زندون. شنیدم کار میکنی. خب چه کاره شدی؟ من سکرتر مدیر عامل هستم. سرکتر شدی؟ خوبه، مثل این که خیلی به سرکترها میرسم. مرتضی جون ول کن بابا، میدونم خیلی ناراحتی. 6 ماه زندون کم نیست. سرکترها باید از این لباسا بپوشن؟ ده جواب بده. پس اون رهبر غیرتش کجا رفته؟ این پسره ریشو چی کاره است؟ فقط بلد زلفاش رو بلند کنه؟ از فردا خودم میرم سر کار. تا من زندم دخترم نباید کار کنه. این خرت و پرترم جمع کنیم بذاریم برای جهازش. تاستش دیگه کسی حاضر نیست کامیون به تحویل بده. چون آدم زیر کرده میگن شگون نداره کامیون دستت بده. یعنی دیگه کسی مرزا پانتوم قبول نداره؟ نه میخوای بگه واس بیکار بمونیم؟ بیکار که خدا نکنه. نه اونجورا، ما دارمون رفتنیه. یعنی پیر شده. اینی که گفتی یعنی باز توی یه قفص شو کامیون هر خرکی رو پارک کنم؟ خب بالاخره اینم خودش کاریه دیگه. فوتبال، فوتبال، همش فوتبال. فوتبال هم شد آب و نون. آقا مرتضی. چیه؟ بیا نگاه کن. بگو دیگه کلامو بزنم بادا. آقا مرتضی خوب کاری هست. خبرتو با
اگه سرخی نداشتی چرا با ماشین رسوندن؟ بیش خوشابت! بیش خوشابت! بیش خوشابت! بسه دیگه مادر جو اینقدر گیر نکن بسه همین جون خوش بیاین اتاق کارت دارم ببینم صورت طوری شده اون پاکت چی بود دستت؟ اون چک حقوقم بود امروز حسابدار نبود خودش بهم داد ۳۰,۰۰۰ ریال بعد نیست سه برابر حقوق منه اما باید بگم بعد از عروسی حق کار کردن نداری باشه من برم صورتم رو بشورم باش باره باشه باشه که قلبی رو که از هنگام دیدن تو به حال فقط به خاطر تو میتپه بپذیری در انتظار جواب تو فریبرز اینجای من ماتیکی نشده ها؟ وای وای حتما جاسوس های زن من خدایا کجا برم بایم شم کجا برم اینجا بزن تو هم بایی زنت خورا کشتی برو زیر تخت خواب میرم زیر تخته قربون تخته قربون نیم تخته سلام سلام گلی گلاب چجب یاد ما کردی پارسال دوست امسال آشنا چه خونه قشنگی خب حالا بیا خیلی قشنگی خیلی گشتم خیلی خوب چطوری نازنازی کما هم بعد نیستم عروسی داره با رهبر سر میگیره درسته آره اما یه اشکال برا پیش اومده همیشه وقتی اشکال برات پیش میاد یاد ما میفته ها به پر پاچه هایی اون این زیره خیلی خوب دیگه پاشو بی بیرون خطر رفت شد از ترس زنش رفت اومدم سب دستم به دامناتون رسیدم به خیلی قربونه برم الان یه دونه ماچ بده من جون من یه ماچ بده ثواب بده مرگ تو یه ماچ بده دیرم کن بابا ماچ بده من خونم خونمون ما چیه؟ این نمیده ما چیه؟ بز بیام بیرون الان بهت میگم ما چیه؟ یه دوست رفکو گیر کردم اینجا وای که مزرد میخوام مینی تو کنم خیلی کود است الان برمیگردم اینم بازی شده رو برده به من میگه اگه ازش بچه دار بشم منو میگیره عاشق بچه است زنش بچهش نمیشه اما من که اهل این حرفا نیستم خب تو ناراحتی چیه؟ تو که میدونی من قراره با رهبر عروسی بکنم خب اون وقت این نامه رو فریبرز به هم نوشته گرم چند دور دور امجدیه بودم بای جاسوسی زن یارو هنوز اینجا داری خر میشی نه تو این چیزا رو نمیفهمی خیلی هم میفهمم برای مردا زن مثل آب نبات چوبی میمونه آب نبات شو میخورن چوبشو میندازن دور اما عشق یه چیز دیگه است بیچاره شدم بدبخت شدم ببینم اینجا کمد بدون مرد ندارین یه یارو دم در داره پاس میده جاسوس زن منه اون عینکیه رو میگی آره همون چپولی بابا اون با من کار میکنه مرگ من مرگ تو جان آب نبات من قربونش فکرت برم الهی یه دره سب کن من برم برگردم جفتتون این آب نبات چوبی میخورم من تو هم آب نباتتون میخورم هم چوبتون خدافظ خودش خدافظ عشق چیه من روک بهت بگم هیچی نیست خیال فقط آخه من رهبر رو دوست دارم برای چی؟ مگه غیر از اینه که اون یه راننده است و میخواد یه زندگی مثل خونه زندگی مادرت برات درست بکنه ببین زندگی منو بهتر از زندگی مادرت نیست؟ آخه طرز فکر تو با من خیلی فرق میکنه اشتباهت همینجاست اگه زنای بد تو پیری بدبختن زنای خوب هم تو پیری بدبختن هم تو جوونی منو ببین با کی اومدم سلام اصلاحت میکنم خب حالا میخواد چی کار کنی؟ من میرم بهش میگم فریبرز یه انسانه بهش میگم که من یکی دیگر رو دوست دارم اون حتما حرف منو میفهمه خیلی خوب به هر حال همیشه میتونی رو دوستی من حساب کنی حتما میام باشه گوشی دستت سلام سلام خانم شیرین اومدم تو اتاقم خب داشتی میگفتی سلام آره برم تو سلام خوندیش؟
جواب من چیه؟ چی شده؟ مگه اشکالی پیش اومده؟ سلام قربان، بیلان دخل مخارج چون حاضری؟ بدم خدمتتون؟ بله قربان؟ ها؟ بیا شناختیم؟ چیکار کنم قربان؟ بدم خدمتتون؟ ببخشین، آقای لامسی تلفن کردن، گفتن چند از دیگه براشون بفرستیم، اگه اجازه میدین؟ سر کمیسیون جناب؟ مثل اینکه اینجا نمیتونیم با هم حرف بزنیم. بهتره بریم بیرون یه جای بشینیم و با هم صحبت کنیم. نه، من نمیتونم با شما خارج از کارخونه ملاقات کنم. خواهش میکنم. نه، نمیتونم. میفهمم. منم مثل همه مردم دنیا که عشق رو دوست دارم، به عشق شما احترام میذارم. من عشق رو خوب میشناسم چون خودم گرفتار شدم. امیدوارم خوشبخت باشید. متشکرم. من خوشبختی شما رو میخوام شریک کنم. اینجا کجا؟ لبه رودخونه. ده نده، دیدی حواست سر جاش نیست. اینجا نزدیک کارخونه یکی شیرین جونم توش کار میکنه. ناره همینجا به سلامتیش میزنه، یه استراحتی میکنیم. شاید سرویس کارخونه شون پیدا شده، شیرین جونم رو دیدم. باشه دنده پنجه به پشت دقیق. آخه امیدوارم بهترین دخترهای دنیا عاشقتون بشن. من همیشه چشم برای تو هستم. من دستور میدم تو رو به کارگزینی منتقل کنم که کمتر همدیگه رو ببینیم. خوشبختی تو هست. رهبر میارده به صد تا رهبر. رهبر جلو مردم منو تحقیر کرد، نذاش حرفمو بزنم، ازش متنفرم، نمیخوام دیگه اونو ببینم. مادر عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. مگه رهبر چیکار میتونست بکنه غیر از اینکه یه زندگی مثل پدرت برات درست میکرد؟ فریبرز جدن آقاست. معلومه پسر تحصیل کرده است، پول داره، آدم حسابیه، دوستت هم که داره، میتونه بهترین زندگی‌ها رو به کوری چشم رهبر برات درست کنه. اون که گفته همیشه چشم براته. همین فردا برو حقیقت رو بهش بگو. بیا 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 بیا. خب آقا مرتضی رهبر اومد. رهبر؟ سلام عمو جون. من میخوام از ایرون برم، بار گرفتم برای اروپا. برای مدت ایرون نیستم، شهر رو کم. البته با اجازهتون. به جهانم چه نیستی؟ تو بدی بچه چرا مردم زدی؟ مگه دخترم سر راه افتاده؟ حالا که باش اینجوری معامله میکنی، پس برده که اومد تو خونت میخواد چی کار کنی باهاش؟ به نظرم اون موقع گوشت و گوشت سرشو میبردی. آخه من دیگه نمیخوام حرف بزنی. به سلامت، خوش اومدی هره. نفهمیدم چطور شد؟ آه هیچی بابا، شوخی شرم. یه هفته هم باید دندون رو جگر بذاریم. اما من از وضع خونم خجالت میکشم. خیلی مسخرم. خیلی خوب برو تو. برای من فرقی نمی کنه. من تو خونوادت همینطور که هستیم دوست دارم. رو درواسی که نداریم.
خب بفرمایید، اینجا اتاق پذیرایی منه، اینجا اتاق نهارخوریمه، اینجا هم اتاق خوابمه. من اتاق خوابو بیشتر دوست دارم. راست شیرین، لباس رو بپوش ببینم بهت میاد یا نه. خیلی خوب، ولی تو یه دقیقه باید تو اون اتاق باشی. باشه، من پس برم میرم شیراز، مادرمو برای عروسیمون بیارم. چند روز میمونی؟ زود برمیگردم. دکتر خیلی معذرت میخوام خانم، دختر شما شوهر دارن؟ دختر شما حامله است خانم. که مرزا موش در آمد. مرزا فانتوم همیشه مرزا فانتومه، بار پیکاره اون خیلی آقا مرزا. پشت تو هم با این مزگونه سر ما رو برده. زد حاملگیه بین ما که خبرهایی نیست، اینا رو باز چی خریدی؟ بدش به من، کاری به این کارا نداشته باش. بیا تو خو. با اجازه من غذامو میبرم یه گوشه دیگه، بیشتر به میچسبه. گوشه نشینی و خوش نشینی؟ چهار دیواری اختیاری. آخه وای چشه نمیدونم، وای حتما سردیش کرده، الان حالش جا میاد. آخه مادر جون این چه بلایی بود سر خودت آورده. باش از این خونه برو بیرونم میکنی؟ من 14 سالم بود که بابام منو از خونه بیرون کرد. همون پدری که بی اجازه جلوی پاش نمیشه. برو شما کم شو. اون با نمیفهمه. باز دهان به دهان من گذاشتی، برو بیرون. برو کم شو. شما هم دیگه خیلی سخت میگیرین، کوتا بیا. آه هم برو، امشب نمیخوام هیچ کدومتون تو این خونه باشی. آره نمیشه من. گفتم برو. من که جایی ندارم برم، همینجا پشت در میخوام. ولی من برای همیشه میرم، دیگه بر نمیگردم. اگه جا پیدا نکردی بیا هتل من. همین. با چاستی دخترم؟ با چاستی؟ این لکه یه نرگا میشورم، من دیگه چطوری میتونم تو مردم درمال کنم؟ بکشمت دلم کش نابودش یک آمنو بله بود میکشمش میکشمش. کجا؟ تو جنو بابامو بگید یلا نخواه شامد. آزر ای بای آقا مرتضا، این چه کاری بود کردی؟ تو کجا بودی؟ دم در بودم. حمید کو برای همیشه از اینجا رفت. کمک کن برس کنیمش دکتر. نزش کن ای من بمیرم خانم. برای او آقا سرتون رو بود. چی شده؟ تو هم که همش پول میخوای آزادم، همش پول و همش پول و همش پول. تو منو ورشکست کردی دختر. اصلا سرتپای قضیه چی هست که تو اینقدر میخوای منو بدوشی؟ تازه تو قرار بود بچت بشه، حالا که نمیشه قراردادمون باطله. مگه اینکه فوری بشه؟ اگه فوری بشه باطل نیست، ولی باطله. بیرون نمیام نازه که بیرم الهی. اصلا من باید همومی میشدم، چون کسی که روز 14 دفعه میره تو هموم دلداک بشه خیلی بهتره. خوشی شما. خب چقدر بیش بدم؟ چقدر بیش بدم خوبه؟ پنج تا میشونه بچه 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 خب اسکناس حاضره به تاخت میام میزنم تو دسته. بفرما اینم یه دونه اسکناس از درازا بیگی با باشه بس بدی. من اینه میخوام چی کارش کنم؟ به چه درده من میخوره؟ چه میدونم چی کارش کنی؟ فیتیلش کن، لولش کن، ودر تو کیف دیگه. راستی من بالاخره نفهمیدم این یارو یوسف چپور چی کاره ای توه ها؟ بگو بینیم. هرکی هستی بیا تو در. سلام شما. به به چه
عجب که بازم یاد ما کردی. شوره جون کمکم کن. چی شده؟ بگو ببینم. من به تو احتیاج دارم. چه خوب کردی اومدی اینجا پیشم. بشین. ببینم شوره چی شده؟ من از این سولاخی مواظبتونم عمو. یادی؟ عمو. ببینم یه چیزی بهت بگم رحم نمی کنی. میای با هم تاتی تاتی کنیم بعد قاطی قاطی کنیم. به جان عمو، به مرگ تو هر چی دلت بخواد بسید فراهم میکنم. از جون مرغ و شیر آدمی زاد. فقط تو بی تو بغلم بزن ترم، اما یه بچه کاکل زری بسیم درست بود جون قربونه برم. آب نبا تو من یه بچه کچول بخواب تکنش جون جون من ول کن تو هم جمشید خواهد. من برام یه گرفتاری پیش اومده. خواهش میکنم ما رو تنها بذار. من و شوهره یه کار محرمانه داریم. یعنی زحمت کم کنم برم ها؟ آب نبات من. ببین عمو، من میرم. اگه گیره کورت واز نشد فوری من صدا کن تا برقاسه بیام وازش کنم. بای بای گوربین تو. شوهره جون بازم یه گرفتاری برام پیش اومده. کمکم کن. ببینم دختر که نیستی ها؟ از اون بدتر. اصلا سرما خوردی. کار یه دقیقه است. سلام. مشتریه؟ آره سرما خورده. بفرمایین تو. بفرمایین. خدایا خودت کمک کن. اینجا کجاست منو آوردی؟ بس اینقدر غرغر نکن. برو تو جونم. حجی خانم برو جلو. بیا تو. بفرمایین کسی نیست. خب خیلی خوش اومدید. دراز بکش دختر جون. دراز بکش. لغزو. اتفاقا پیش پای شما 4 مشتری داشتم. یه ساعتی کارشون رو تموم کردم رفتن. نه پر خطرناکه. من یه نفر رو میشناسم که با پر این کارو کرد کزاز گرفت مرد. خب ضد عفونیت پیش میکنم خانوم. کاری نداره بفرما. اینم الکل دیگه. خب چادرتو بکش کنار. نکش الان تمام. در همسایه میفهمم. تونتر برین آقا تونتر. از تو خواهش میکنم تونتر برین. ببینم سی که بیشتر نمینه. زنده میمونه با خدا. آخه این چه کاری بود کردی؟ این ماماهای قلابی مریضو به خونریزی دچار میکنن. اون وقت تو بیمارستان ناچارن بچه رو البته اگه زنده برسن بیمارستان. اون در رو ببندیم.
ببرینش تو سرخونه. این مریض شما نیست خانم؟ اون حالش چطوره؟ به چه وسیله‌ای سخت کردی؟ با پر. کثیف‌ترین کاری رو که ممکن بود کردی. اشتباه دوم این که پر رو به طریقه غلطی استعمال کردن. خونریزی خیلی شدیده خود. شما باید یه لیتر خون تهیه کنیم بیاری. میتونی امشب یه بچه واسم را بنزی دیگه بستگی داره به کرم خودتا. اومدم. الو بازم سمینا؟ شما؟ الو جمشید. بچه هم کجا؟ از اونا خبری نشد. من همه جا گشتم ولی هنوز از حمید خبری نشد. شیرینم حتما تو خونه یکی از فامیلا هست. تو ناراحت نباش، حتما از کلانتری میان عقبم. نه، من به دکتر گفتم، کارت دستم بود، تو آشپزخونه خوردم زمین، رفت تو سینم فرو، رهبر کی میاد؟ قرار فردا از مسافرت برگرده، ما میریم گاراژ، اگه بیاد یه راست میاد اونجا. آقورتیجا، رهبر از سفر اومد؟ سلام. سلام عمو جون، قربونه کلت برم. گل رهبر از سفر اومد؟ اونها؟ سلام. سلام عمو جون، قربونه کلت برم. گل گلا سلام بگید. راستی عمو جون، زنمو حالش چطوره؟ خوبه؟ ای بعد نیست عمو جون، تو نامه نوشته بودین که زنمو خورده زمین چاقو رفته پیش دینهش، راست بود؟ نه، موضوع چیز دیگه. آقرا برسا باید، خوبا شد. بیا بریم عیادتش تو راه، همه چیز واسه تعریف بکنم. بریم. کار کردن خر، خوردن یابو. نمیخواد اینقدر به این سرکوفت بزنی. میرم سر کار. حالا که از شهر بچه راحت شدی، خب برو تو کارخونه همون گور به گور شده کار کن. تو چی میگی؟ من دیگه نمیتونم حتی به اون کارخونه نگاه کنم. خب برای اینکه نمیخوای به خودت زحمت بدی. شوره جون، مگه تو به خودت زحمت میدی؟ آخه تو چی میدونی من چه زجر میکشم؟ چی میدونی چه بدبختی هایی دارم؟ اونایی که خرشون از پل میگذره و پول آدمو نمیدن، اونایی که کتک میزنن و زیر لگد زنا رو خورد و خمیر میکنن، اونایی که هزار توقعی بی جا از آدم دارن، اونایی که هزار جور مرض دارن، با آدم مثل این جونه من رفتار میکنن. شوره جون، منو ببخش که تو رو ناراحتت کردم. شیرین جون، تو الان علاوه بر 5000 تومن و جمشید کلیم به من بده. درسته، من الان یه ماه خونه تو هم، اما همین روزا میرم سر کار و تمام قرض تو بهت میدم. حالا کجا میخوای بری؟ خونه همسایه روبروی، زنش رفته مسافرت. بخور با 100 تومن. باشیش ما 500 تومنی بود. کاری نکن جلوی همسایه ها برو خوده برم ها. بده بیار بینم. صدقه سر خودم و بچه ها. واسه بینا دارو داقو مازه شده به کسی نمیدیم. چی؟ واسه بینا کجا؟ کلای خانم رو بالا چه عرض کنم میدین. پسته به شرم. بیا ورش دار پولا رو وردار با احترام بده خانوم. آه؟
بفرمید خانم. بریم شهر. ای حق منو فراموش نکن. 30% اون مال منه. بده به من. بده به من. یا حق ما هیچ وقت فراموش نشه. شکولات کشیم. اگه تو از من بچه دار بشی فقط یه دونه بچه دستتی آقاش میاد، من فوری و تو عروسی میکنم. آخه من با زنم قرارداد دارم که اگه روزی روزگاری از من بچه دار نشی فوری طلاقش بدم. به مرگ تو آب نمو جون. من الان در حدود یک سال بس بهش آوانس دادم بازم نشده. لازمه چی نمیشه تو بچه هم درستی خدا حافظ شما. پس رفته بالغ شد دیگه، کار من تمام شد، جمشید مال تو شد. من فردا از اینجا میرم. جمشید گفته برات خونه میگیره. خوش باهای این سل لعنتی داره منو میکشه. تو که میگفتی زنهای بعد تو جوانی خوشبختم، درست؟ اما من نمیدونستم که تو جوانی پیر میشم. اصلا میگه جمشید راست میگه؟ آره راست میگه. اون عاشق بچه است. بچه چه فایده داره؟ مگه ما برای پدر مادرمون چه کار کردیم؟ من از ترس بابام نتونستم یه دفعه به ملاقات مادرم برم. شما کی هستین؟ عوضی گرفتین. مگه شما شیرین خانم نیستین؟ چرا؟ دوست شهره خانم. اینجا هم جمشیدخان براتون گرفته. خب که چی؟ میخواستم میگم وانی. منظورتون رو نمیفهمم. یعنی شما یه هوادار مثل ما نمیخواین؟ از اینجا میری یا با داد و فریاد همسایه‌ها رو خبر کنم؟ خب ما جمشیدخان رو خبر میکنیم. آخه سابقه داریم. سابقه من به هیچ کس مربوط نیست. برو گم شو خاک بر سر اون. بازم به هم میرسیم. گیره باشه کی برم تو تایر منی نیست. سلام عرض کنم قربان. به جانت و ترسم زیر ماچ میکشم ات بنده. جان خنده تو برم خوش دارم. بازم عرض کنم خدمتون که ما حاضریم همه جور نوکریتون رو بکنیم. پس تو نوکری؟ تو معمولی زنم نیستی؟ خواهش بکنم بفرمین تو. سبون قربون دست شما. میخواستم بگم ما دخترهای بهتر از شیرین خانم براتون سراغ داریم. پس جناب عالی از اون اشخاص خیلی خیلی مهم هستی. ای شیطون بلا این پول فعلا خدمتت باشه، بعدا ممکنه ازت پس بگم. میخواستم بگم سابقه شیرین خانم خیلی خرابه. چیش گفتی خرابه؟ سابقهش من چه میدونم جانم. سابقهش خرابه، مسابقهش خرابه، هر چی هست مهم نیست. سابقه خودم از اون خرابتره. اون فقط از من بچه دار بشه، من دیگه نوکرش هستم. خدافظ آقای جاروکش، خدافظ. عمو جون آب نباتن. ببینم از خونت راضی هستی یا نه. سلام جان. سلام. منو نگاه کن ببین چی میفرمی. کمر بنده که برم الهی معرکه شدی به جان تو. بذار من یه چرف و صد بذارم. این من چرف قرطی شدم. ببین چرف قرطی شدم. دلم میخواد یکی از اون گاز را قد بگیرم و چه قرطه چند کنم به جان تو. راست بزنم جای گازه دیشبم خوب شدی نه نه جای پریشوی چی؟ اونم نشدی. میدونی من دیگه از این به بعد گازی نیستم. میخوام جفتک بندازم. یه مشتی بزرگ برات دارم. خیلی کت کلوفتی؟ آره. خب کیه؟ تو پدر شدی. یعنی من خودم پدر شدم؟ پس چی؟ آخ، مرگ من راست میگی؟ مرگ تو؟ وای خودم متشکرم، بالاخره من با آرزوی دیرینه خودم رسوندی. تمام قد تو طلای چارده عیار میگیرم و آب دبا چشیه من هر کنم برم الهی. الان میرم زنم و طلاق میدم، بسه غرقی بر میگردم یه میجا میگیرم. خدا نمیگی؟ چطوری طلاقش میدی؟ اون چه گناهی کرده؟ اون خودش قبول کرده اگه تا پارسال تابستون از من بچه طلاق بگیره. منم بهش یه سال آوانس دادم. اینایو قربونه برم آب نبود کشی. من از جد تکون نخوری یه وقت بچت بیفته. تکون نخور همیجا باشتا من تا ده دقیقه بیجا زنم طلاق بیدم بیام. خدا بیدم.
بنده رو چه درازی کشته. دراز به دراز افتاده. سلام والدی. بخواب. بخواب والدی جان. بخواب حال نداری. سلام. جمشید. من رو نگاه کن ببین چی میفهمی. حالا تو به من نگاه کن ببین تو چی میفهمی. اصلا تو چیزی میفهمی؟ یه مشتی بزرگ دارم. تو هم بزرگ داری؟ آره پدر شدی. مرگ من. مرگ تو. من که باور نمی کنم تو بتونی بذاری. ببینم قراره چند تا بذاری. آزمایش. بیا بگی نگاه کن. بیش بینم. آره اینجا نوشته من پدر این پسر بچه قرار شد. خودم را بالاخره با آرزوی چندین سالم رسیدم. بودم برم تو هم جدیه بودو. سلام. چیه؟ چی شدی؟ بگی زبونه با چرا اوقات تلخی؟ آخه اون آخه چی شدی؟ اجازه هست اون قرارداد عروسیم به هم چرا؟ مگه چه اتفاقی افتاده؟ آخه زنم حامله شده نمیدونم چرا یه همه با هم به زایدن افتاده. حالا من چی کار کنم؟ هیچی دیگه بچه رو بنداز بره. آخه من که نمیتونم دو زنده چوشتم. آخه به دادگاه حمایت خانواده رو بکن. از حالا که پدر میشم میخوام بی کلی نجیب بشه. ایلا قربونت برم یه جوری بنداز بره. تو خیلی پسته. چرا میزنه؟ اصلا یکی به من بگه چرا بیخودی پدر میشه؟ آخه چرا من؟ حالا میخواد چی کار کنی؟ میدونم باها چی کار کنم. چی کار میکنی؟ میخوای بری از دست من آرز بشی؟ باش. نه همین. باید 10,000 تومن بدی تا بچه رو بندازم. اگه 10,000 تومن بدم میندازی؟ باشه قبول کرد. هرچی باشه از مهریه زن که بهتره. مهریه اون 200,000 تومن. سلام. سلام. تنها این؟ آره. برا تو. دلم میخواد که بود دستاره بود
بودم میکردم زندگی از سر باره همین چرا حرف نمیزنی؟ مگه منو نمیبینی؟ پس کو غیرت و شرف و مردونگی؟ کو اون دلشی که پشتیبان من بود؟ من به کمک تو احتیاج دارم کمک؟ من بیشتر از تو احتیاج به کمک دارم من از تو قرختم یه تو رگای من به جای خون سم سم ما باعث بدبختی خونوادمون شدیم مگه اونا چه گناهی کردن؟ خیلی ها بار گناه دیگرونو به دوش میکشن چرا پدر مادرمون بار گناه ما رو بکشن؟ به جرم اینکه ما رو به دنیا آوردن اون دیگه معتاد شده خواهر مادر نمیفهمه من خیلی بدبختم اشتباه میکنیم تازه اول خطه راستی یه تازگی ها شفره رو ندیدی؟ بعضش خیلی بده من الان میرم پیشش من بهش بده کارم از جمشی 10,000 تومن گرفتم بچهشو انداختم میخوام بده یه شفره رو بهش پس بدم میخوای بری پیشون؟ آره خونش تو خیابون باغ طرفه باغ خیلی معروفیه شما صاحب کنید چشم سلام قربان آه سلام حالت چطور پیر من مرسی ایشون زن من هستن بچه بریم برو مکنه که عربت بریم نه راحت نشیم بریم کن من کاری نکردم فقط هرزه برو سرم گیج میره اینا رو کجا میبرم؟ باید وسطون چی کار کنم؟ آخه چی دختر جون؟ منم دنبال دخترم میگشتم برو بالا سوارش رو برسونم برو اونو خیال میکنه اگه برگرده من میکشمش اما اینطور نیست اما پدر من با شما خیلی فرق داره اما فرقی نداره دخترم اونم پدر دیگه خدا ما به تو بده که اینقدر آقایی اینجا نگردیدی خیلی متشکرم خدافظ خدا نگهدار ببخشید مادر خونه شوره همینجا مخواهی بگه پیشه آره باش کار دارم هیچ مادر یه دختر جون هیچ کس پیشش نمیره تونم نرو چرا؟ میگن یه تب لازمی خدا نشناس باهاش رفته مریضش کرده پول دوا درمونم نداره میگن زن مردنیه اسرائیل قبضشو صادر کرده من بهش بده کارم خونش اینجا بله همین در بغلیه برو تو بالای پله های متشکرم خانم کجا؟ اونجا بلام کن میخوام برم بلام کن بلام اونجا پس تو همه دوست اومدی میخوام برم ببینم راش ببینم Thank you.
نبودم زودتر از اینا تلف میشد. میخوام برگردم خونه پیش پدر مادرم. تو دیوونه شدی. پدرت اگه تو رو با این وضع ببینه میکشتت. چیکار کنم؟ میره خونه خالم. یه شب اونجا میمونیم. تو بلند میشی، سر و وضع درست میکنی، سر تمیز میشی، یه چادر نمازم سرت کن، اون وقت میتونی بری خونتون. خیالت هم از هر جهت راحت باشه. کیه؟ منم خاله. خالمه. اینجا خونه خاله. آره. سلام، بفرمایید تو. خوش اومدین. صفا آوردین. دیگه. پاشی برین تو اتاق. به به. شیرین خانم خاله جون از اون دخترای خیلی خوب هستن ها. قربون قدش برم، مثل یه تیکه ماهه، دختر خودمه. بیا تو خاله جون، به خانم امشب مهمون شما هستن، صبح زودم میرم. بعدمش روی چشم، بیا تو دخترم، چه دختر نازی، بیا قربونت برم. به به. همینجا بگی بخواب، بمیرم برات، مثل اینکه خیلی خسته ای. بیا، این چادر رو بگی بنداز رو، پیرنت هم درار، موت هم صاف کن. خب دیگه، بخواب. قربون شکلت برم الهی. گوش کن چی میگم، دختره خیلی سفته. تا صبح اینجا نگرش میداری تا من برم برای بچه ها رو خبر کنم. وقتی شیشت نرقولی دفعه به جونش افتادن نرم میشه اونش با من. خیال سخت باشه. یه خاطر خاطر آبادان داره میریم داره. باید ببرمش پیش اون. حاضره بالاش جون بده. آره، باید روشه کم کرد. آهای، تو بیا، چی کار کنم؟ آهای، درو بکن ببینم، یالله معطل نکن. گفتم درو واکن. یه کاری نکن که مجبور بشم درو بشکنم. مگه با تو نیستم میگم درو واکن. دختر جون بگو خواهش میکنم منو ببخش.
سرت خوب شد؟ هنوز نه مادر. خب هر که احتیاج مکافات دارم داره، چند روز دیگه حالت خوب و خوب میشه پسرم. تمام شهر رو زیر پا گذاشتم تا جای چی باشه دخترمه، پاره چیکرمه. بازم قبولش میکنم، حتی اگه بچه حرومی هم داشته باشه. اون شب که مثل دیوونه ها برای بچه‌م کارت کشیدی، میخواستی فکر این روزا هم باشی؟ حمید نمیدونی مادرت چه شیرینی کاشت. خونه پدرشو فروخت و اون کامیونو برام خرید، درستش کردم، مثل ساعت کار میکنه، رهبر گذاشتم روش کار کنه. دیگه حیف اون کامیونه که من ازدوار در رفته پشتش بشینم، اما شبا باید بیارمش بزنمش در خونه، زنگلی هم باید توش بخوابه. کاش که شیرینم بود. فکر شیرینو نکنین، اون دیگه بر نمیگرده. خیال کنین مرده. برم تو. شما همینجا بشید. برای کن دیگه تو هم جزو ما هایی میرم بادو. آیسا 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 بیا مچه ها بودا به زفت ما شیرین برین ببینی شیرین این طرف هاست یا نه. بچه ها این برا دیده بودنه، نمیدارم از دستم در بره. این برایش گیرین، بهترین راش اینه که برین طرف خونه شون، همین حدود هست، ممکنه رفته باشه اون طرف ها. به چه اجازه مزاحم خانم شده؟ شما کی هستین؟ خودت ما رو بهش معرفی کن شیرین خانم. برین گم شین، چی میخواین از جون من؟ اگه آقا پسر مزاحمته بدم بچه ها راحتش کنم. اگه تیکه تیکم کنین نمیذارم دست روش بلند کنین. برو کنم اینم اینا چی میگم؟ حسابش برسین دخترارم سالم بگیرین. Oh, my God.
چی شده رفت؟ عمو جون شیرینی بردن، یکشونم اینجا افتاده. آقا کس کجا بردنش؟ من نمیدونم کجا بردنش. خدا خبر ندارم. نه بله دن بردن. کجا بردنش؟ اون ملاد کرد کنی آقا. کجا بردنش؟ فکر میکنم اونا دو گوره ایلا کردن. این شیرینه. طرف آبادان. اینجا عجیره مارکسی پانتونه. یا ندیدی از این طرف بره؟ آره آره تو من ندیدم نلم کنه بازداریم برنش که برو بارها رو بریم پایی برو ببینم با برو من میشینم فاکتر فارنا مواظب باش مواظب باش تا من جا به جا بشم بزن شیش و چهار شیش و چهار باید از این خرده بریم بالا یواش مواظب باش هوای دنده رو دارم آقا مرتضی، میخوای من خودم رو بیندازم با این کامیون؟ یه لحظه خواستم خوبه که اینقدر حولم نکن، بذار ببینم دارم چیکار میکنم پسر. بنا کن. عالی شد. من چشم درست نمیده بمازه باشه همیشه هواش صاف و عالیه این هوای دربند کاشی بزه ممیز 574 همینجاست 14 تون 5000 پول گول دادم سلام عرض میکنم چه فرمایشی داریم؟ ببخشید اینجا منزل شیرین خانمی؟ بله فرمایشی بود فرمایش اختیار داریم لطفا بفرمایید جمشید خان هنوز سر قولش هست بگید زنش بچهش افتاد وقتش طلاقش داده اومدم خواستگاری شیرین خانم جون 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 چیه؟ آیزنه؟ آیزنه این اومده خواستگاری زن شما چی؟ زن ما؟ زن تو سلام عرض میکنم